کامل. بعد ببین مثلا 10-15 تا کوچولو موچولو از این پامر مامرا و فلان و اینا با طول مولاشون تو کمد و کشو و فلان و اینا هن. خب بعد الباقیشون تو حیات میگه از این سگای گولاخ، حالا نجاتشو من نگفت، اینجوری که گفت گولاخی که مثلا ببینی پشمات میریزه از 10 متری جرئت نمیکنی، با اینکه بسته جرئت نمیکنی رد چی، میگه خیلی وحشتناک. بعد جوری هم مثلا حمله میکنن سمتش، بقیهشون از اینجور سگا هن. از همشون هم طول میکشه. من میرم ازشون فیلم و عکس هم میگیرم، ولی بعدش هم میگه اون چیز ویلاش میگه دور تا دورش هم دوربینه. نظر میشه کاری کرد؟ من اگه بریم دختر مختار دختر بکنیمش توی اتاق، دست و پاشو ببندیم پسر نباشه، هم چیز کنیم یه دلی از اصلا بیاریم، هم یه شنایی بکنیم، هم سگا رو بیاریم. کامل داداش خوبی؟ ببین یه بابایی دیروز با هم تماس گرفت، بهم گفت یه موضوعی رو. ببین توی احمد آباد مصطفی، خب گفتن که یه باغه، یعنی یه در بزرگه، خب در رو که باز میکنی وارد یه خاکی بزرگ میشی، مثلا حساب کن یه خیابون، خب توش دوباره چند تا ویلای بزرگ هست، ویلای حرفه‌ای. خب بعد یه خانوم هست اونجا، اینجوری که میگن حالا یه اعتیاد داره، ولی از این چیزا سا مایه دارا، میگن نمیدونم اونجا چیز میکنه رقاص و نمیدونم فلان و چی و چیه نمیدونم، ولی خب میگن ویلا حرفه‌ای و نمیدونم استخر و استخر و اصلا ویلا توپ. بعد با دوست پسرش اکثرا اونجاست، خود دختر اونجا زندگی میکنه، دوست پسرش هم میره پیشش سر میزن و اینا. پسر یه خود گولاخ مولاخه. عرضم به حضورت که یه چیزی هلوش 30 تا 40 تا سگ داره، سگای نجات دار. بعد شرایط بعدی هم نگرشون میداره، تو کموده مثلا یه تعدادشون، مثلا بیرون هم نمیذارم بیان، یه تعدادشون مثلا توی دخمه خیلی چیز، بعد از همشون هم طول موله میکشه. خب بعد جالب اینجاست، مثلا برگشته به اون خانم گفته که بیا اینا رو کمک کن برام واگذارشون کن. بعد رفته اونجا این صحنه رو دیده، گفته خب باشه بده من ببرم اینا رو. گفته نه نه این بر خودمه، این برای من فلانیه، اینو دوستش دارم، این اینطوریه اونطوریه. اونا که همه طوله داشتن و مثلا جواب مبون بودن و گفته نه.